گفته جسمی به جرم 20 کیلوگرم از ارتفاع 80 متری سطح زمین رها می شود و با تندی 30 متر بر ثانیه به سطح زمین می رسد. خب متوسط اندازه نیروی مقاومت هوا در مقابل حرکت جسم رو از من خواسته. خب آقا جسمی که سقوط می کنه قطعا نیروی وزن می کشه پایین، نیروی مقاومت هوا مخالفت می کنه با حرکتش، قبوله؟ خب آقا من اول از همه چون دو تا سرعت دارم، یکی که رها شده سرعت اولیه صفره و سرعت ثانویه که چقدره؟ 30 متر بر ثانیه است. خب میام کار کل رو به دست میارم، میگم آقا 1/2 ام وی 2 به توان 2 منهای وی 1 به توان 2. خب دبلیو تی برابر است با 1/2 جرم شما 20 سرعت ثانویه 30 به توان 2 منهای 0. این با این میره میشه 10، این هم میشه 900 9000 جون. قبوله؟ خب آقا ما میدونستیم کار کل برابر است با جمع جبری تمام نیکار تمام نیروهایی که بهش چی میشه؟ وارد میشه. خب من از اینجا اگر WMG رو به دست بیارم، WT هم دارم، کار نیروی چی رو دارم؟ کار نیروی مقاومت هوا رو پیدا خواهم کرد. خب اول از همه WMG رو به دست بیارم. آقا چون داره سقوط میکنه میاد پایین، حاصلش مثبته. پس MG هاش جرم شما 20 کیلوگرم بود، G 10 از چه ارتفاعی؟ 80 تایی. خب میشود 16000 جول. جا گذاری میکنم، از اینجا WFD رو چیکار میکنم؟ محاسبه میکنم. W کل من شد چقدر؟ 9000 مساوی است با 16000 به علاوه WFD. پس WFD کار نیروی مقاومت برابر با منفی 7000 جول. آقا درسته، ما میدونیم کار نیروی مقاومت هر چیزی منفیه. خب آقا WFD چشم رو میبندم بدون اینکه اصلا به زاویهش دقت کنم، منفی FD ضرب در D برابر با منفی 7000 جول. خب آقا منفی که با منفیش میره، FD رو از من خواسته بود ارتفاع یا مسیری که سقوط کرده 80 مساویست با چقدر؟ 7000. پس FD میشود 700 تقسیم بر 8، یعنی 7 ضرب در 12.5. من میدونم 8 تاش میشه 100 تا، پس یه دونه 12.5 ازش کم کنم حاصل میشه چقدر؟ 87.5. پس گزینه چند درسته؟ گزینه 4.